بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی بعضی اوقات در خانواده پدر خانواده یا مادر خانواده یا برادر خانواده یک حیوان ذبح میکنه به خاطر عید قربان آیا این می ذبحش بر تمام خانواده شامل میشه نمیشه میشه سوال است که زیادتر به ما میرسه بله هرگاه رئیس خانواده هرگاه یکی اعضای خانواده حیوان را ذبح کرد در روز عید قربان این همی حیوان بر تمام خانواده میرسه ثوابش که نیت شمی شخص داشته باشه پس شما اگر توانمندی ندارین یک نفر توانمندی دارم اما ذبح کنه ثوابش به همه خانواده میرسه اما اگر توانمندی خانواده داره بهتر خوبتری است که مشترکان شما یک حیوان را که در او اشتراک درست است بگیریم مثلا گاو میتونه بگیریم مثلا شطور در افغانستان موقع قدر رواج نداره گاو میتونه شما که در گاو 5 نفر شریک شوین و ذبح کنین در او ثواب زیادتر میرسه بنا به حدیثی که از رسول الله علیه الصلاۃ و سلام روایت است ابو ایوب میگه که در زمان رسول الله علیه الصلاۃ و سلام هر کس برای خودش و برای خانوادهش یک گوسفند قربانی میکرد هر کس در زمان رسول الله یک گوسفند برای خودش و برای خانوادهش قربانی میکرد یعنی میشد پس درست دقیق همیست که میتونین یک قربانی را بر تمام خانواده نیت سوابش داشته باشن میرسه از گردن همه ساقت ساقط میشه اما اگر خانواده ها جدا هستند مثلا برادرها و خواهرها زندگی مستقل دارند جدا هستند و توانمندی ای را دارن که ایوان را به خاطر الله مطال در عید قربان قربانی کنن و شما فقط یک قربانی را انجام میتین با اساس که وجود هم از شما هستن نخیر از وست نمیشه دهی باید با خودشان مستقلانه ایوان را به خاطر درگاه الله و به خاطر قرب الله زبح کنن و درست و دقیقه میست و ما میتونیم به جای دیگران هم قربانی کنیم رسول الله علیه که در برنامه گذشته گفتم پیامبر علیه و السلام دو قچه یکی سیاه و سفید ذبح کرد و یکیش گفت از خودم و خانواده ایم، یکیش از برای امتم که آنانی که توانمندی ذبح حیوان و قربانی را ندارن بر از وا باشه این چقدر فضیلت داره همچنان کسی که از پدر متوفای خود مادر متوفای خود می حیوان زبه کنه هیچ کال نداره میرسه سوابش برم مرده میرسه یک انسان نیت کرده که من یک ایوان به خاطر خود و یک ایوان به پدرم که وفات کرده زبه کنم ثوابش الله متعال بر ازو میرسه بنا به احادیثی که از رسول الله علیه صلات و السلام به ما نقل شده صحابی آمد پیش پیامبر علیه الصلا و سلام گفت یا رسول الله بر بالای مادرم دین بود آیا دین مادرم ادا کنم پیامبر علیه سلطان و برش گفت که اگر دین خدا بر بالای تو، اگر دین مخلوق بر بالای تو می بود، داشت گفت بله، گفت باز دین الله بالاتر از اون که تو باید اداش کنی. شخص دیگه آمد گفت میشه که از طرف مادرم و از طرف پدرم قربانی کنم؟ بله پیامبر علیه السلام فرمود که بله میشه که از طرف پدر مادر که وفات هم کرده تو ذبح کنی و ایوان را قربانی کنی و سواب الله مطال به پدر و مادرت میرسانه پس بهتر خوبتری است که کسان عزیزان را که ما از دادیم فراموششان نکنیم و به خاطر رضای الله و به خاطر از اینکه اونها اگر در عذاب هستند در رحمت بین اگر در رحمت هستند در جای رفیع الله نصیبشان بگردن و کوهی از ثواب خداوند نصیبشان بگردانم و ای عمل کرد ما تو سبب شود که انسان موحد بره به جنت بهتر خوبتر این است که ما ایوان را برشان زبح کنیم که سبب خوشبختی آنها و سبب خوشبختی و رضایت الله مطال بگردن ما خوشبخت شویم و الله متعال راضی و خوشنود بگردن تا برنامه بعد و دیدار و بعد خداوند یار و نگهدارت